به نام خداوند توانا و با تقدیم سلام بیننده های عزیز، هر کجایی که هستین انشالله که جور صحتمند باشین. بازم خیلی خوش آمدین. برنامه رسم زندگی از با شما هستیم تا ساعت 2 قسمه که میفهمین همه روزه موضوعات مختلف در برنامه به بس میگیره. موضوعات خانوادگی میباشه، بخش های اجتماعی را بس میکنیم، حقوقی یا همه بخش های دگر. امروز یکی از موضوعاتی که معمولاً در بسیاری از برنامه ها ما اشاره های داشتیم روی موضوع، امروز خواستیم گیره مشخصاً در برنامه انتخاب بکنیم. همه ما میخواییم که در زندگی ما دوستای خوب داشته باشیم، یعنی همه ما میخواییم که دوست داشته باشیم، دوست که قابل اعتبار باشه، دوست که ما بتانیم سرش اعتبار بکنیم، حالا در هر ما حالات زندگی با ما باشن. ولی این که دوست خوب پیدا کردن، چگونه ما فرد را که بفهمیم همو خصوصیات را که میخواییم در وجود از او است و ما او را به عنوان دوست خود انتخاب بکنیم، این کار یکم مشکل است که ما باید روی اون ویژگی ها بحث بکنیم که کدام فرد میشه که دوست خوب ما شود. امروز ما روی همین موضوع صحبت میکنیم. شما هم خیلی دقت بکنین اگر که میخواین دوستای خوب در زندگیتان داشته باشین، تا حال دوست ندارین و میخواین که دوست داشته باشین، پس روی نکات که ما امروز صحبت میکنین خیلی دقت بکنین و توجه بکنین. انشالله خیلی برتان کمک خواهد کرد تا ای که بعد از این دوستای خوب را و بفهمین که کی دوست خوبتان میتونه در زندگیتان باشه. همین موضوع برنامه ما است. آقای رضا نقیبی کارشناس امور خانواده با ما هستن و استاد بیشتر روی این راه ها بر ما بیشتر استاد صحبت میکنن. و اگر خواستیم که لحظات بعد چیز سوال داشته باشین و تماس بگیرین، چند لحظه بعد شماره های تماس برنامه روی صفحه تلویزیونتون میایم و میشه که تماس بگیرین. استاد سلام، خیلی خوش آمدید. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم تلویزیون خورشید برنامه رسم زندگی. خیلی خوشحالم که یه فرصت دوباره دست داد که در خدمتتون باشم. قبل از اینکه سوال بپرسم استاد، دوست در زندگی شما چی نقش داره شخصا؟ حالا این سوال رو از کسی میپرسید که دوستای خیلی زیادی داره. چون من حالا نه تنها توی کشور خودم، بلکه تو کشورهای مختلف دوستای بسیار خوبی دارم. در افغانستان دوستای بسیار خوبی دارم، در مالزی، در نایجریا، در ترکیه، در کشورهای مختلف. و این واقعا یه نعمتیه که قیمت گذاری نمیشه روش انجام داد. فوق العاده پر ارزشه که حالا امروز امیدوارم در موردش مفصل صحبت کنیم و کمک کنیم به خانواده های محترم که در این کار بسیار مهم حساس باشند. چون فوق العاده انتخاب دوست مهمه که حالا امروز مفصل صحبت میکنیم. تعریف شما از دوست چی هست؟ ببینید، بذارید اول یه مقدمه بگم بعد برسیم به بحث دوست و اینا. ما الان توی دوره زندگی میکنیم که اصطلاحاً بهش میگن عصر فراصنعتی. دیگه ما دوره غارنشینی، دوره کشاورزی و دوره صنعتی رو پشت سر گذاشتیم. در دوره فراصنعتی هستیم. تو دوره فراصنعتی دو چیز فوق‌العاده مهمه. یکی ارتباطات، یکی اطلاعات. Information, Communication. ما امروز در مورد بحث ارتباطات میخوایم صحبت کنیم. اون چیزی که فوق‌العاده امروز تو جامعه ها تاثیرگذاره. هرچی ارتباطات بیشتری داشته باشیم در زندگی موفقیت‌های بیشتری خواهیم داشت. دقیقاً. این یه واقعیته. تو بحث‌های ارتباطی من اگه بخوام صحبت بکنم، خب اول از همه چون در مورد خانواده‌ها می‌خوایم صحبت کنیم و در مورد برسیم به انتخاب دوست که یک دوست خوب چه ملاک‌هایی باید داشته باشه. ببینید، همه خانواده‌ها باید یه سری ارزش‌ها برای خودشون تعریف کنند. الان ما به این نتیجه رسیدیم که دنیا تغییر کرده. یه زمانی بود کاکای من میگفت من شب ازدواجم دیدم همسرم رو. الان اگر شما به یه نفر بگی همسرتو بعد شب ازدواجش ببینی، اصلا قبول نمیکنه. امکان نداره. یه زمانی پدر من، مادر من یه کاری من میگفت من چشم بسته انجام میدادم. الان دختر 4 من وقتی یه چیزی بهش میگم میگه چرا باید این کارو انجام بدم؟ و واقعا دلیل میخوان. الان در دوره هستیم که نسل جدید نیاز به دلیل داره. بله. دیگه دوره بایدها و نبایدها نیست. تو باید این کارو بکنی، تو نباید این کارو بکنی. شاید به خاطر احترام قبول کنن، ولی وقتی از ما جدا بشن همون کارهایی رو میکنن که خودشون فکر میکنه درسته. حالا اینا رو میگم که برسیم به همون بحث دوست. ما تو خانواده ها از ابتدا باید یه سری چیزها رو تعریف کنیم. چون بحث دوست بیشتر الان متوجه جوانانه. مخصوصا نوجوانان، حالا راجع به اینم صحبت میکنم. دیگه کسایی که سنشون زیاد شده
اونا آزمون و خطا و تجربه و خوب هم میفهمن بله. احسن این نسل جوون و جدید ماست بله. یه سری ارزش ها باید تو خانواده ها تعریف بشه از همون ابتدا به ساکن، یعنی به عنوان مثال من خودم یه خانواده 4 نفره ما هستیم، تو خانواده 4 نفره ما یا تو خانواده هر کسی باید تعریف بشه چه چیزهای ارزش میباشد بله. به عنوان مثال صداقت یک ارزش است، خیلی مهمه. دقیقا. احترام به دیگران یک ارزش است، مخصوصا بزرگترها، و فوق‌العاده مهمه. پایبندی به اصول دین و حالا اون مذهبی که افراد دارن، که الحمدلله خب کشور مسلمان هست اینجا، فوق‌العاده مهمه که از همون ابتدا پایبندی به اصول دین تو خانواده ها تعریف میشه. و یه سری ارزش ها مثل حالا فرض کنید غیبت نکردن، دروغ نگفتن، سالم بودن، خدای نکرده تهمت نزدن، حالا چه مثبت چه منفی، ارزش‌ها رو باید تعریف کنن. حتی مثلا فرض کنید در خانواده همسران با هم، زن و شوهر چجوری با هم صحبت میکنن، مخصوصا جلوی فرزندانشون بله. چقدر به هم احترام میذارن، چقدر به هم کمک میکنن. ما از ابتدا میایم خانواده رو شکل میدیم دیگه، درسته؟ و اینا تاثیرگذار، این ارزش‌ها و این چارچوب تاثیرگذار خواهد بود در انتخاب منی که تو این خانواده متولد شدم برای یک دوست خوب. متوجه شدین؟ حالا تا اینجا بیایم تا بعد بریم سراغ بحث دوست و اینا که شما فرمودین. بله. من ادامه بدم یا شما سوالی؟ خب من فقط اون سوالی که داشتم تعریف دوست از میخوام از زبان شما استاد بشنویم که چون امو ارزش‌های را گفتین یا مو موارد را که ما در یک فرد میخوایم جستجو بکنیم چه تعریف می داشته باشه در کل؟ ببینید همه انسان‌ها نیاز به محبت دارند. این واقعیته. مخصوصاً بله. لحاظ عاطفی. حساس‌ترین دوره برای انتخاب یک دوست دوره نوجوانی است. چرا؟ چون ما به سن بلوغ میرسیم و نیاز داریم به این که یک دوست جدید داشته باشیم، دوستهای جدیدی داشته باشیم. عواطف ما شروع میکنه به اصطلاحاً تحریک شدن بله. و فوق‌العاده مهمه که در این دوره حساس ما انتخابهای درستی رو داشته باشیم. من به عنوان یک نوجوان شخصیت اجتماعی من داره شکل میگیره بله. من باید افرادی رو انتخاب کنم که این افراد بتونن مسیر زندگی منو شکل بدن، حتی بهتر کنن. این خیلی مهمه. یعنی من اعتقادم بر اینه که دوست خوب میتونه مسیر زندگی شما رو به سمت خیلی خوب ببره و دوست ناخوب یا اصطلاحاً بد میتونه مسیر زندگی شما رو به سمت خیلی بدی ببره. استاد خصلت‌های خود ما هم نقش داره. مثلا ما چگونه خوی داریم، عادت‌های ما چی از نظر به خوی خصلت شخصیت خود ما فرد چگونه انتخاب کنیم؟ این برمیگرده به همون ارزش‌هایی که من تو چه محیطی بزرگ شدم. بله. حالا ما داریم افرادی رو که در محیط‌های خیلی خوبی بزرگ نشدن. اونا باید چه کار کنن؟ از پایه و از ریشه باید اونجا رو درست کنیم بله. ولی حالا من به عنوان کسی هستم که امروز تصمیم دارم تو این مورد کار خوبی رو انجام بدم، درسته؟ دوست خوبی رو انتخاب کنم. یه واقعیت در دنیا وجود داره، میگن زندگی هر کس، شاید شنیده باشید، میانگین 5 نفر اطرافشه. این خیلی علاوه علمی درسته و علاوه روانشناسی. یعنی به عنوان مثال اگر من بخوام درآمد شما رو اعلام کنم بله. فقط کافیه اسم 5 تا از نزدیکترین افراد به زندگی شما و دوستاتون رو به من بگین و بگین چقدر درآمد دارن. من درآمد اونا رو به اضافه هم میکنم، تقسیم به 5 میکنم، میشه تقریبا درآمد شما بله. سلامت شما رو اگه بخوام بهتون بگم، میانگین 5 نفر نزدیک به شماست. هر چیزی، شادی شما. معمولا اگه نگاه کنید انسان‌های ورزشکار با انسان‌های ورزشکار در ارتباطن. انسان‌هایی که اهل قلیون و دود و اینا هستن با انسان‌هایی که اهل قلیون هستن در ارتباطن. پس این 5 نفر اطراف ما خیلی مهمه. شاید در دوره غارنشینی مهم نبود، ولی ما امروزه نمیتونیم اینو انکار کنیم. و خیلی مهمه که ما ببینیم چه 5 نفری اطراف ما هستن که آیا این 5 نفر ما رو رشد میدهند یا ما رو پایین میبرند. در زندگی ما نقش داره. عزیزان بین یک وقفه کوتاه بگیریم، جای نرین، زود برمیگردیم و در رابطه با نقش دوست خوب در زندگی ما صحبت میکنم. ادامه برنامه هست، بازم با شما هستیم. نقش دوست در زندگی ما همین موضوع امروز برنامه ما هست. استاد همچنان با ما هستن. استاد ظاهراً زیاد کسا بر ما نشان میتن که دوست ما هستن و دوست خوب ما هستن بله. ولی امو میارای اساسیش نام بگیریم که بله. نظر به اون میار ما بر خود دوست انتخاب بکنیم یا بر ما واضح شود که فلان فرد دوست خوب ما میتونه باشه. بسیار عالی. ببینید اولین ستون ارتباطات اعتماد است. یعنی اگه ما بخوام یه دوست خوب داشته باشیم، اول از همه باید بتونیم به هم اعتماد کنیم. و یه خواهشی که دارم از افراد، از خانواده ها،
رو اعتمادها یه مقدار دقت کنند. بله. مخصوصا کسانی که یه مقدار محبتهای کمتری در زندگی دیدند. طرف نعمت از نعمت پدر محرومه، بله. از نعمت مادر محرومه. باعث میشه که تمایل پیدا کنه به سمتی که بهش محبت میشه. تشنه محبت میشه و خیلی زود اعتماد میکنن. منظورم این نیست که بدگمان باشید، قضاوت کنید، نه. ولی در اعتماد کردن ها خیلی باید دقت کرد. بله. وقتی من با یه نفر دوست میشم، چند تا معیار خیلی مهم برای انتخاب دوست وجود داره. من اینا رو یکی یکی خدمتتون عرض میکنم. اول از همه شما ببین، باید حریمتو مشخص کنی. بله. من وقتی میخوام یه دوست پیدا کنم، متوجه میشم که این آیا وارد حریم من میخواد بشه یا نمیخواد بشه. از یعنی اگه یه مقدار شما باهوش باشید متوجه خواهید شد. من وارد یه جمعی شدم، یکی از دوستان منو برد تو اون جمع، دیدم تو اون جمع با هم شوخی ها و مزاهای بسیار بدی در مورد خانواده ها میکنن. بله. خب من به هیچ عنوان اجازه نمیدم که به خانواده من کسی با خانواده من شوخی کنه. من از اون جمع اومدم بیرون و به دوستم گفتم خواهشاً تو همچین جمعی من دیگه نمیام و هیچ کس با من همچین شوخی انجام نمیده. من با دوستام شوخی میکنم، میگی میخندیم، ولی حرمت خانواده هامون رو حفظ میکنیم. چند تا معیار مهم برای انتخاب دوست هست، خیلی مهمه. اول از همه دوستی رو باید انتخاب کنیم که عاقل و دانا باشد. بله. میگن دشمن دانا بهتر از دوست نادانه. یعنی اگه یه نفر دشمن شما باشه ولی بدونه، بهتر از دوستیست که نمیدونه داره چه کار میکنه. خیلی باید مراقب باشیم دوستای ما حداقل آدمای باهوش، عاقل و دانایی باشند. میشه تشخیص داد اینو. این معیار بسیار مهمه. معیار دوم پاک بودن افراده. شما میتونید تشخیص بدین که آیا فرد پاک هست. منظورم از پاک بودن از لحاظ ذاتن، از لحاظ رفتاری، از لحاظ خانوادگی. بله. شما وقتی وارد خانواده یه نفر میشوید متوجه میشید که این خانواده چجور خانواده‌ای هستن. اما افرادی رو باید انتخاب کنیم که اینا افراد پاک و سالمی باشن. این معیار بسیار مهمیه. سومین معیار برای انتخاب یک دوست اخلاق خوبه. خوش اخلاق بودن یه نعمت واقعا. این که دوست شما از دست شما عصبانی میشه و اون طبیعیه، ولی این که عصبانی میشه و جایی دیگه در مورد شما بدگویی میکنه، این طبیعی نیست. خیلی چیز پیچیده ای نیست. همه ما فطرن پاک آفریده شدیم. خداوند ما رو پاک آفریده، درسته؟ این جامعه، محیط، خانواده و دوستان ما هستن که به ما مسیر میدهند که ما به چه سمتی برویم. خیلی مهمه. من یه دوستی داشتم، باباش همیشه بهش میگفت هر زمان دلت خواست سیگار بکشی مجازی، فقط خواهشن 1000 افغانی رو قبلش آتیش بزن. خیلی جالبه. و این میگفت من تو زندگیم یه وقتایی دوست داشتم سیگار بکشم، ولی گفتم بذار اون حرفی که پدرم زده رو انجام بدم. میگفت هیچ وقت نتونستم 1000 افغانی رو آتیش بزنم. من تو زندگیم هیچ وقت سیگار نکشیدم. میدونی یه چیز جالب بودا. الان خانواده ها نمیتونن به افراد بگن چه کار بکن، باید بهشون مسیر بدن، باید براشون داستان تعریف کنن، باید براشون مثال بزنن. در همسایگی ما 3 نفر بودن، اینا بسیار جوانهای خوب، عالی. این 3 نفر به خاطر دوست بعد معتاد شدن. باور نمی‌کنید یکی از دلایلی که من سال 17 تقریبا 18 سال پیش پدرم از دنیا رفت و یکی از دلایلی که سمت مواد مخدر و اعتیاد نرفتم این 3 نفر بودن. همیشه مادرم میگفت اینا رو نگاه کن چقدر اینا سالم و شاد و خوب بودن، الان به چه روزی رسیدن، چون دوستای خوب رو انتخاب نکردن. فوق العاده مهمه. من درس میگیرم از بقیه و خانواده ها باید کمک کنن به فرزندانشون، مخصوصا به نوجوانان، مخصوصا به جوانان. فوق العاده حساس این انتخاب باره. دوست. استاد در بحث اعتماد گفتن یا صداقت، بعضا میگن ما چگونه وقت خب دوست ما هست ولی اینکه ما بالای زو اعتماد کردن میتونیم یا نمیتونیم، اینو چگونه ثابت کنیم؟ آها. چگونه امتحانش کنن یا نکنن؟ راههای هست اینجا که بالاخره مطمئن شون که دوست خوب ما هست. ببینید اعتماد یک شبه به وجود نمیآید. بله. قطعا ما حتی در احادیث و روایات هم داریم که دوستانتون آزمایش کنید. یعنی شما خیلی خوب میتونید این، بله، آزمایش کردن یه چیز فوق العاده خوبه. شما دوستتو آزمایش میکنید، یعنی تو تمام موارد حواستون هست. ما هیچ وقت نمیریم خودمون رو داخل چاه بندازیم، درسته؟ یعنی من میدونم، من دیگه تشخیص میدم خوب و بد چیه، من دوستمو امتحان میکنم و اعتماد رو یک روزه به وجود نمیآورم. بعضیا هستن تا که روز اول میبینیشون میگه من 100% به تو اعتماد دارم. بله، این اصلا واقعیت نداره. اعتماد چیزی است که به مرور زمان ایجاد میشود. شما بعد از 1 ماه، 2 ماه، 6 ماه، 1 سال که فرد رو شناختید و حریم ها و چارچوب ها و ارزش هاتون رو حفظ کردین، بعد متوجه میشوید که این فرد آیا برای دوستی شما قابلیت دارد یا ندارد. آیا میتونه اون 5 کسی باشه که شما رو رشد دهد؟ از لحاظ معنوی، از لحاظ رفتاری،
از لحاظ شخصیتی حتی اگه توی سطح هم بودین ایرادی نداره. بله. حتی اگه پایین‌تر هم بود ولی شما میتونستین بهش کمک کنید و شما رو از مسیر منحرف نمی‌کرد، ایرادی نداره. همه انسان‌ها خوب نیستن. بله. همه ایراد دارن. منم ایراد دارم. ولی به عنوان یک چارچوب مشخص و یک بیس و یک پایه و یک سری استاندارد شما میتونید برای خودتون اینا رو تعریف کنید و این اعتمادها رو به مرور زمان با دیدن افراد، با مثلا فرض کن قرار اول یه جای عمومی میریم، من قرار اول تو خونه فرد نمیرم، این حریم شخصیه، شاید بعد از چند ماه بتونم اعتماد کنم که برم خونه فرد و خانوادهش رو ببینم که به عنوان یه دوست خوب اونو انتخاب کنم. این یه چیزیه که فوق العاده سوال مهم و خوبی. بله استاد، اشاره که شما داشتین حد و حد حدود یا مرز که میان در دوستی باید باشه که مثلا تا کدام حد باید پیش بریم، زیاده روی نشه که بعدها خدای نخواسته آسیب دوباره به خودمان نرسه. بله. این حد و حدود چگونه باید باشه؟ ببینید، باز روی موضوع هم توضیح دادم، هر کسی برای خودش یه حریم شخصی دارد. بله. درسته؟ ما دوستی هامون با روابطی که با خانواده داریم جداست. من با مادرم خب دوستم، علاوه این که مادرم هست، ولی یه دوست اجتماعی فرق میکنه با مادرم. درسته؟ یعنی چارچوبی که من فرض کنیم با خواهرم دارم، ما خواهر برادرها میتونن با هم دوست باشن، چون این دوستی فقط مربوط به این نیست که بگیم حالا یه فرد جدیدی هست. بهترین دوست من میتونه همسرم باشه که من بیام باهاش صحبت کنم، بهترین دوست من میتونه خواهرم باشه، بهترین دوست من میتونه کسی باشه که اصلا ما از قدیم بچه کاکان باشه اصطلاحاً. بله. وقتی که من میخوام با یه نفر اصطلاحاً رابطه ایجاد کنم، اون چارچوب رو مشخص میکنم، یه حریم برای خودم دارم. وقتی داره یه سری صحبت ها میکنه، یه سری سوالات بیمورد میپرسه، من همونجا این هند برنک رو میکشم و میگم لطفاً ببین وارد این محیط نشو، این محیط محیط شخصی منه، چارچوب منه. شما چارچوب ها رو باید مشخص کنید. کسی که یک هفته با شماست و روز هشتم میاد به شما میگه $1000 داری به من قرض بدی، شما نمیتونی بهش قرض بدی. درسته؟ بله. من همیشه قرض میدم به افراد، ولی نهایت اگه $100 شروع میکنم، بعد بتونم اعتماد کنم بهش. بله. و بعضیا رو باور میکنید، میدونم به هم بر نمیگردونه، میگم یه $100 صدقه دادم، ولی من یه آدمو میشناسم دیگه به من نمیگه قرض بده. من میفهمم این آدم آدم قابل اعتمادی تو قرض گرفتن نیست. نه. قابل اعتماد تو درمیون گذاشتن. ما همه نیاز داریم صحبت کنیم با دیگران، سر رو زندگیمون و درد و دلامون رو به دوستامون بگیم. بله. و شما وقتی که حالا نیاز نیست بری همه زندگی تو به یه نفر بگی، استپ به استپ، یواش یواش، مرحله به مرحله، امروز یه مورد بسیار ریزی رو میگی، بعد یه مدت صبر میکنی میبینی آدم آدم قابل اعتمادی است، راز شما رو جایی نمیاد پخش کنه. بله. مشکلات شما رو خیلی خوبا تو مشکلات شما، میگم تشخیص دادنش سخت نیست، آیا تو سختی ها کنارتون هستن یا فقط تو شادی ها و توی پیسه دار بودن ها؟ اینا چیزهایی که شما باید حتما بهش توجه کنید. یه مقدار ذهنتون رو باز کنید، قطعا انتخاب های خوبی خواهید داشت. بله واقعا. خب استاد، در کل روی پیامدهایش بعضی‌ها اصلا دوستام ندارن، چون روی این نکات که معیارهایی که ما بحث کردیم میترسن از اگر که این معیارها را مد نظر نگیره یا بالاخره فرد قابل اعتمادم نباشه، این فرد کاملا دوست نداره در زندگی. وجود دوست در زندگی ما چه نقش را داره و نبودش چه تأثیر خود داره؟ ببینید، یعنی اگر دوست نداشتیم چگونه زندگی خواهد داشت؟ ببینید، امروزه نمیشود. شما هیچ وقت میتونید بگید من دیگه نیاز به غذا ندارم؟ نه خیر. نمیتونم، نیاز به اکسیژن ندارم. نیاز به دوست امروزه همرده با نیاز به غذا و اکسیژن شده. بله. افرادی که میترسند، بعد ترسا رو بذاریم کنار، من باید یک جا وارد اجتماع بشم. میگن تنها موجودی که بیشترین وابستگی رو داره انسانه. انسان باید غیر وابسته بشه به خانواده. نیازه که ما بریم در جامعه بدی‌ها رو ببینیم که خوبی‌ها رو تشخیص بدیم. این خیلی مهمه. بله. ولی تنها بودن، منزوی بودن، گوشه‌گیر بودن به ما لطمه میزند. استاد، از وابستگی گفته زیادتر کسا بیش از حد وابسته میشه، این درست است؟ اینا همین میگن خیر امور زود وابسته میشن به هر چیز. تعادل باید برقرار بشه. ببینید، این باز برمیگه، من این وابستگی شدید ضربه میزنه، یعنی من باید همیشه تعادل رو رعایت کنم. این که من با یه نفر رابطه دوستیمو ایجاد میکنم جوری نباشه که من اینقدر دیگه صمیمی بشم که بعداً ضربه ببینم. بله. اینقدرم دیگه بی تفاوت باشم که اون بگه آقا این اصلا واجد شرایط و کوالیفای دوست بودن نیست. همه اینا همون چیزی که قرآن میگه، دین ما میگه که همه چیز متعادلش خوبه، تعادل میخواد. بله. وسطش خوبه. ما اصطلاحا میگیم نه اینقدر وقتی روی بام هستیم، نه اینقدر از این طرف بریم که از این ور بیفتیم، نه اینقدر بریم اون طرف که از اون طرف بیفتیم. بله. وسط بام، وسط اون پشت بام باید بریم اصطلاحا. و توی بحث دوستی هم همینه.
قطعا نیاز به دوست داریم. من خیلی دوستای خوبی دارم، من از دوستی ضرر هم دیدم، بی اعتمادم شدم، ولی ارزش اعتماد کردن رو داشته. یک دوست خوب زندگی شما رو تغییر میده. ارزش اینو داره که حتی 10 تا دوست بد باشن که شما تشخیص بده اینا خوب نیستن، ترکشون کنی، از هیچی هم نترسید. مهمترین فرد زندگی شما خودتونید. هیچ ایرادی نداره که به دوستت بگی من دیگه نمیخوام با تو دوستی کنم. از این نگران نباشید. ولی ادامه بدین، چون یک دوست خوب میتونه بهتر از هزاران فردی باشه که ادعای دوستی دارن، ادعای نزدیکی دارن. دوست خوب واقعا زندگی افراد رو میتونه تغییر بده و بهتر کنه. بله. اعتقاد منه. استاد، دوست زیاد پیدا میکنیم، ولی پیدا کردن دوست خوبه که واقعا صادق و صادقانه باشه همه چیز، این بسیار کار مشکل است. و بس مهمه که حفظ روابط ما هست، که ما چگونه حفظ میکنیم. احسن. در حفظ روابط چون همون معیارها هست، ولی اینکه ما بتونیم تا چه زمان او را میتونیم حفظ بکنیم، بحث ما هم از اینجا چه نکات هست. این بحث آخر، من اصلا همین بله، شما ماشاءالله سوالاتون حرفه‌ای هستین دیگه. کارتون همینه. بحث آخر من همین بود. ببینید، شروع یک دوستی خیلی سخت نیست، حفظ یک دوستی و ادامش مشکله. دقیقاً. یعنی شروع، شما امروز میتونید 10 تا دوست جدید پیدا کنید، مخصوصا در جامعه امروزی که خیلی ها دوست نما هستن نه دوست واقعی. شما وقتی که ایرادی نداره 100 تا دوست پیدا کنید تا بتونید 5 تا خوب رو از توش جدا کنید، ولی چارچوبا حفظ باشه. اینو چندین بار گفتم. بله. وقتی من با یه نفر شروع دوستیمو انجام میدم، حالا من باید اونو حفظ کنم. وقتی به نتیجه رسیدم که یک دوست دانا، خوش اخلاق، پاک و خیلی صادقانه و خوب رو پیدا کردم، حالا من میام دوستیمو با این روز به روز بیشتر میکنم. من در خوبیهاش و خوشیهاش کنارشم، در ناراحتیهاش کنارشم. من هیچ جا در موردش بد نمیگم. من هر جا که نشستم و بلند نشست و برخواست داشتم، میگم یه دوست خیلی خوب دارم، معرفیش میکنم. من دوستهای دوستم رو دوست باید بدارم، یعنی با اونا باید دوست باشم. خانواده دوست من دوست واقعی عین خانواده من میشود. ناموس دوست من ناموس من میشود. یعنی جوری رفتار میکنم که این دوست رو حفظ کنم، چون یک نعمت بسیار بزرگ است. و این فوق العاده، این سوالی که فرمودین، حفظ دوستی ها دیگه بستگی به من و رفتار من داره، که این فوق العاده اهمیت داره. بله. خب فکر کنم که وقت ما هم تمام میشه. بنوان خب سوال آخر بود، ولی یک پیام بسیار کوتاه استاد بر خانواده ها میخوایم داشته باشیم. خانواده های محترم که مهمترین بخش یک جامعه رو تشکیل میدن، لطفاً کمک کنید به فرزندانتون، لطفاً کمک کنید به جوانها و هدایتشون کنید که دوست پیدا کنن. اونا رو امر و نهی نکنید. لازم نیست به اونا دستور بدین، مسیرها رو نشون بدین، ارزش ها رو هر روز تعریف کنید. چون بیشتر کسا همیشه کنترل میکنن که چه کار میکنن و باید. این خوب نیست واقعا، چون در نهایت افراد کار رو میکنن که فکر میکنن درسته. بله. شما چیزهای درست رو تعریف کنید. بله. و اینو تکرار کنید، ملکه ذهن افراد خواهد شد، جوانها و نوجوانها، و اونها تصمیمات درستی خواهند گرفت. تشکر استاد، سلامت باشید. خیلی خوشحال شدیم، ممنون از برنامه خوبتون. بیننده های عزیز، این بود برنامه امروزی که تقدیمتان کردیم، معیارهایی را که بحث کردیم. شما هم حتما دقت کردین و توجه کردین و بعد از این در انتخاب دوستتان خیلی دقیق باشین. بقیه برنامه های تلویزیون خورشید هم فراموش نکنین. الان نگهدار همه ما و شما، تا دیدار بعد.